درود بر شما فرمانده، امیدوارم حالتون خوب باشه. درود عرض میکنم خدمت همه بچه های فدایان ایران، امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه، تندرست باشید و سپاسگزاری میکنم از تمام کسایی که بی وقفه در تلاشن برای آزادسازی کشور. فرمانده، این مطلبی برام خیلی جالب بود، خواستم در رابطه باش صحبت کنم. موضوع درآمد نفتی کشورمونه که طی این 44 سال بالغ بر 1.5 تریلیون دلار درآمد نفتی داشتیم، معادل 1500 میلیارد دلار، که این مبلغ خیلی با اهمیت و قابل توجه اگر بخوایم 1% رو سهم ملت ایران از 85 میلیون نفر ایرانی رو در نظر بگیریم، فقط 1% از این پولی که گفتم، مبلغی که گفتم 1% ضرب در نرخ 40000 تومان ارز بکنیم، یعنی دلار امروز حدود 40000 تومان هم میانگین بخوایم در نظر بگیریم، مثلا کلا میکنه حدود 600 تریلیون تومان یا 600 هزار میلیارد تومان. خب این مبلغ کجا رفته؟ برای کی صرف شده؟ برای کی خرج شده؟ 1%. آیا اندازه 1% برای مردم بودجه صرف کردین؟ اگر صرف کردین، چرا این همه زباله گرد تو کشور است؟ چرا حدود 4.5 میلیون نفر کودک ایرانی دارن دنبال آشغالا میگردن، تو سطل زباله ها دارن زباله گردی میکنن؟ آیا بودجه برای مردم نظر گرفته شده تو این 44 سال؟ صحبت هم اینجاست. جالبتر از اون اینه که نسل خاموش 57 با تصورات احمقانه و پندارافکنانه فکر میکنه که این پولا وجود نداره، اصلا همچین پولی وجود نداره تو کشور. وقتی بهش میگی 3000 میلیارد تومان بودجه تخصیص دادن واسه اربعین، باورش نمیشه، تو مخش نمیره اصلا. چقدر شما احمقی داخل، با چه زبان و گویشی با شما باید صحبت کنیم؟ چرا نمیفهمید؟ چرا نمیخواید بفهمید؟ چرا درک نمیکنید؟ فکر کردید ما اسکلیم، مثل شما اسکلیم؟ نسل بیداریم ما. شما هیچ وقت ما مقابل مقایسه نیستید در طول تاریخ. ما از نسل کسایی هستیم که اومدن کشور رو پس گرفتن. ما از نسل ستارخان قرهداغیم، از نسل باقرخان قرهداغیم، از نسل گیو و گودرز و گرگینیم، از نسل مشاهیر و اسطوره‌هایی مثل رادمان پورماهک یا لغوب لیث صفاری سیستانی، بابک خرم‌الدین، ابو مسلم خراسانی. ما از نسل دلاور مردانی هستیم که تاریخ خودمون رو ورق زدیم و خجالت میکشیم کوتاه بیایم از موضع خودمون. مثل شما، مثل سیب زمینی پشندی بی رگ و ریشه نیستیم کنار بکشیم. ما میایم کف خیابون حقمون رو میگیریم. طبق گفتار شاهزاده رضا پهلوی، همونطوری که حقمونه باید فریاد بکشیم. ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. شما بشین نظاره‌گر باش، همچنان کوتاه بیا، بی تفاوت بمون. همونطوری که تاریخ رو مطالعه کردیم، میدونیم که انقلاب‌های بزرگ دنیا محصول شجاعت و دلاوری افراد اون کشور بوده، ما هم میایم کف خیابونا. 25 شهریور کف خیابونا رو خالی نمیذاریم. شاهزاده رضا پهلوی تو همین چند روز اخیر اعلام کردن آقا دیگه حمایتی علنی تر از این، ولی عهد قانونی کشورمون داره میگه آقا بلند شید بیایید، حمایتشو داره در واقع عنوان میکنه. دیگه واضح تر شفافتر از این چی میخواید؟ ما که همه میدونیم دیگه آقا، حکومت‌های توتالیتر، مذهبی، فاشیست، خودکامه و سرکوبگر و تمامیت‌خواه هیچ راهی، هیچ روزنه‌ای برای مردم نمیذارن تو کشور. تنها راه پیروزی ملت اینه که در واقع خودشون اون روزنه رو پیدا کنن. حمایت بالاتر از این میگه بیا بیرون، منم حمایتت میکنم، میام کشور، پرواز میکنم میام. چرا نیام؟ وقتی تو ایرانی بیای کف خیابون، شاهزاده بلند میشه میاد ایران. وقتی حرف تبدیل به عمل بشه، در مقابل حرفات عملگرا باشی، عمل بکنی، از صحبتها فراتر بری، دیگه نگی آقا حالا ببینیم چی میشه، حالا ببینیم چی میشه، مسخره بازی بیش نیست.
طبق گفته هایی که ما شنیدیم، آقا برآوردی که زدن، پدر کبیرشناسی ایران گفته آقا 20 سال دیگه بیشتر آب ایران، تو ایران آب وجود نداره. ما میگیم آقا 20 سال کمه، 20 سال زیاده، معذرت میخوام 20 سال زیاده، بیشتر از 10 سال بعید میدونیم آب باشه تو کشور با این روند رو به رشد تخریب ایران توسط آخوندهای حرومزاده، آخوند دوزاری بیناموسی که سهم نفت ملت رو 300 هزار تومان در ماه داره بهش میده. بیشتر از 10 سال فکر نمی کنم دووم بیاره این کشور. ما موقع 8 میلیون ایرانی رفتن یه کشور خودش، کجا میخوای بری؟ کجا میخوای پناهنده بشی؟ به کی میخوای بگی من ایرانی ام؟ چه جوری روت میشه؟ خجالت نمیکشی؟ شرم نمیکنی؟ حیا نمیکنی؟ درس عبرت نشده برات این چند سال؟ تا کجا باید بشینیم و نگاه کنیم؟ آقا بیاید کف خیابونا، جون ناموستون بیاید کف خیابونا. و سلام، دیگه صحبتی نیست، فقط باید عمل کرد. جاوید شاه، زنده باد فرمانده سعید شمیرانی، پاینده ایران.